افغانستان در 17 سال گذشته بر رغم دریافت میلیاردها دلار کمک خارجی هنوز وابسته به این کمک هاست یکی از دلایلی که این کشور هنوز نتوانست از این مرحله عبور کند موجودیت فساد گسترده اداری عنوان شده مهمان من محمد همایون قیومی که سرپرست وزارت مالی افغانستان مشاور رئیس جمهوری در امور زیربناها و نماینده ویژه او در امور کشورهای آسیای میانه است میگوید که فساد میراث دولت گذشته برای حکومت وحدت ملی است اما دولت و وزارتخانه او چه کرده راهکارهای دولت افغانستان برای مبارزه با فساد چیست و این پدیده چقدر بر توسعه اقتصادی افغانستان تأثیر گذاشته محمد هماین قیومی سرپرست وزارت مالی افغانستان خوش آمدید به برنامه به عبارت دیگر بسیار زیاد شکر و خواسته اول سلام و خود خدمت تمام بینیدگان محترم به برنامه به عبارت دیگر تقدیم میکنم سلام باشم. ما در قرار است که تا دو سال دیگر یک کنفرانس بین المللی دیگر در مورد افغانستان برگزار شده که باز هم افغانستان خواهانه کمک های مالی جامعه جهانی خواهد شد در 17 سال گذشته میلیاردها دلار به افغانستان سرازیر شدن. ولی تغییر آنچنانی ما در افغانستان ندیدیم آیا فکر نمی‌کنید که مای شرمساری برای افغانستان باشه که همچنان 17 سال بعد از سقوط طالبان همچنان دست کمک شما دراز کردین به جامعه جهانی اول ببینیم که خصوصا تا سال از 2002 تا 2014 چی اقتصاد داشتیم در دا افغانستان در این دوره اگر ببینیم از روش اقتصادی در افغانستان در حدود ده فیصد یا بالاتر بوده اما اقتصادی که در افغانستان ساخته شده بود یک اقتصاد استهلاکی بود به این معنی که اگر تمام جامعه جهانی به افغانستان پول داده بره امور اقتصاد پیش میره بدبختانه دولت اسبق راجی به سرما... چین اومیتانه که در موضوعات زیربنایی افغانستان در موضوعات تولیدی افغانستان کار نکرده بود یک کشوری که فرزن ما یک که ما به همسایه صادر میکردیم مواد اه اه زراعتی را ما یک کشوری شدیم که مواد و مواد زراعتی و اول اول اولی خود وارد میکنیم یک کشوری که اضافه در از 23 هزار تنها در برق آبی و اضافه در از 70 هزار در برق بادی و اضافه در از 220 هزار مگاوات برق خورشیدی امکاناتش داره ما 80 فیصد یا زیادتر برق خود وارد کنیم. بعد از 2014 وقتی حکومت وحدت ملی با آمد بر اولین بار بود و همون سال بود که اضافه در از نیم اضافه در میلیون افغان بیکار شد برای که قای خارجی تعداد زیادش کم شد و افغانستان یک وضع اقتصادی نابهنجار ردید و از نمو وقت بود که در, در حکومت در دولت جلات ما برای جمهور غنی در منشوری که نوشته بود در سال 2014 که با کنفرانس لندن پیشنهاد شد اولین بار بود که موضوع راه خودکفایی و یک راه که ما در ده سال افغانستان چی وقت با طرف خود کفایی میره شروع شد ده با... که دهه تغییر است میشه که دهه تغییر که تا سال 2024-25 پایدی دوام پیدا کنه و ای که درست است پول زیادی که در قم پول مصرف شده بود ما این است که پول زیاد در افغانستان آمد از تمام کشورهای غربی اما پول ایواز ای که بتانه یک تغییر اساسی در تولید در بهتر ساختن وضع جامعه بیاره اندازه زیاد پول حیف و مل شد و موضوعات استهلاکی زیاتر مصرف شد ایواز که موضوعات واقعی باشه موضوع شما, خ... شما یک... دولت سابق مقصر میدانین ولی شما عضو کابینه اشرفغنی رئیس جمهوری فعلی هستین که در روز زمان در واقع رئیس جمهور شما عضو کابینه هم دولت سابق هم بود و مقام های خیلی بالایی را در اونجا کار میکردن و به خصوص در بخش کمک های خارجی و اینا هم خیلی سهم و نقش فعال داشتن ببینین جلالت ما بره غنی درست از وزیر مالی افغانستان بود اما از وسط 2002 تا 2004 بود یعنی پول زیاده که در افغانستان آمد بعد سال 2004 است بین 2004 تا 2014 دمو ده دهه پول زیادی آمد در او وقت در کابینه اوز کابین جمهور نبود اما موضوعی را که من میخوام خدمت شما عرض کنم است که موضوع سلاح یک مثال بسیار ساده میتونم بر شما اگر ما سراسر سر افغانستان می بینیم همین سر تنها کابل می بینیم صدها سالون آرسی و اینا ساخته شد وقتی یعنی که میبینم میگم ای کاش ایواز هر سال سالو ناروسی هر کدام از یک فابریکی تولیدی می افغانستان که میتونست نتانه نتون افغانستان رو به سمت خود کفایی ببره و پالوی زی بتونه که یو نو اقتصاد بهتر بسازه و در 2014 حکومت وحدت ملی که زمامه گرفت واردات افغانستان 21 چند صادراتش بود یعنی یک کشوری که اضافه در از 30 میلیون نفوس داشته باشه صادراتش تنها 440 میلیون دلار بود یعنی چطور میتونین یک جامعه اضافه در از 30 میلیون نفری را شما وقدر کار تولید کنید تنها با 440 میلیون بلعکس زو واردات افغانستان 21 جن بود اینی از اساسات ساختاری بوده که در دولت ازبق باقی... واقعا سرش کار نشده خب مشکلات در مکانیزم اینا که اصلا وجود نداشت که چطور باید کمک ها مدیریت شوه هم یکی از مشکلات است که همه در موردش صحبت میکنن از جمله خود شما به او اشاره کردین حالا چه تغییر آمده که باید خوشبین باشیم که از این به بعد پول مالی دهنده های اروپایی یا آمریکایی اینا در افغانستان هدر نمیره بسیار خوب سوال بسیار معقول است و سوال سوال بسیار عالی است که باید سرش صحبت شا یک صحبت که امروز داشتم از این منشور جمهور غنی را ما تقریبا 200 وعده که در کتاب بود ما کشیدیم و این را تحلیل کردیم از 200 78 شش تمام اشتک میشدن 115 در 2115 یک اندازه زیاد کار پیش رفته یک هفت دانش کد معلومات واقعی ندونستی مرفته یک دو دانش بود که کار نشده بود یعنی از 200 اندازه زیاد وعده هایی که شده بود پیش رفته و این خودش نشان از این رو که تغییرهایی که در افغانستان آمد تغییرهایی است که اساسی بوده همی که در کارهایی که در زیربنا در قسمت برق شده در قسمت سرکسادی در قسمت ماستر پلان خط البته در... یک چیز رو من آقای وزیر بگم که این ای برنامه بود که البته تهدابش و اصلش در جریان دولت سابق گذاشته شده که حالا در جریان دولت یا در دوره دولت شما در واقع تکمیل شده بعضی شما با موضوع, موضوع, موضوع یک شب واقعا یکی یکی صحبت کنیم وقتی که 2014 رو میبین افغانستان نو جزیره برقی بود درست و فیصدی برق درست از تعداد پروژه تمویل شده بود لیکن راکار درست نبود چند بار بارها گفته میشد که هر دو ماه سه که باز این بند سلمان تمام میشه اما تا یک بندی که چل سال پیش شروع شده بود تمام نشده اون دوره حالا فرزن دو ما در امی اجزمای گذشته اضافه تر از هفت ولایت وصل شد حالا که ما ببینیم در پنجاه سال گذشته هفت ولایت یک وقت وصل نشده بود و پلان که چند روز پیش امضا شد در دو سال آینده هر مرکز سی ولایت افغانستان به شبکه 220 هزار ولت وصل میشه اینی موضوع, موضوع فرزن شبکه فایبر نوری درست از در شروع شد واقعا ما هستم با شما شروع شد یا تغییر مثبت که در قسمت آوردن چهار کمپانی مخابراتی بود که یعنی تغییر زیاد آورد در افغانستان اما در قسمت دیتا و اینا کار نشد در قسمت پروژه های سرک ها سرک های زیاد شروع شد پلان شد کار نشد تمام بندها و اقتدادش شروع شد لیکن یکیش تمام نشد درست. عرض من اینی موضوع بود حالا شما میگن تغییرات آمده درست است که دولت آقای غنی کارهایی را انجام داده که حداقل میتونه شما اطمینان بتن با شرکای غربی تان بین المللی تان که پولا دیگه از بیش هدر نخواد رفت ولی شما تعهدات هم به جامعه جهانی در ازای دریافت این کمک ها دادین که از جمله مبارزه با فساد هست و تا جایی که ما میدانیم جامعه جهانی هم از عملکرد دولت شما در مبارزه با فساد راضی نیستن موضوع رو ببینید که در, در فساد ما آ... یا در قسمت های دیگه شاخص هایی که دولت گذاشته تمام شاخص ها رو ما تانستیم پورک کنیم هر یک چند قسمت به خدمت شما میگم فضا در سه سال گذشت هر سال ما با, با صندوق وچی بین المللی یا IMF یک شاخص نظر به اواید دولت داشتیم هر سال دولت تانسته که اواید نتانه او به او برسه بتان از او زیادتر هم شد امسال هم ما که هنوز ما سال مالی سه هفته دیگه مانده از شاخصی که برای ما صندوق جهان وچی جهانی مانده بود ما از که بالاتر رفتیم به طور مثال بانک جهانی به با ما ده شاخص مانده بود که هر کدام از او سی میلیون دلار بر افغانستان میارد ما هر رو تانستیم تمام کنیم در قسمت اولویت های ملی یا NPP تمام شاخص که ما داشتیم دولت دانست پوره کنه در قسمت فرزن تقوی قوی بشری که رئیس جمهور غنی گفته بود که ما باید بتانیم در هر ولایت اقلا یک مکتب مسلکی داشته باشیم هم از او تکمیل شده در قسمت گفته بود جمهور که ما در دو سال آینده شش هزار مکتب بسازیم برای دو هزار از او تدابینا شروع شد سه, سه چهار ماه پیش که در یک سال خلاص میشه و سه هزار دیگهش به سال آینده شروع میشه در قسمت بهتر ساختن بزنس و می رنکینگی که بانک جهانی داره در افغانستان امروز کشور امسال کشوری بود که زیادترین تغییر مثبت یا 16 شاخص بالا رفت اینی موضوعات شما و در هم در قسمت مبارزه با فساد مبارزه با فساد فکر شما ببینید تغییرایی که در قسمت در قسمت خریداری در افغانستان و تدارکات آمده تغییرایی که در قسمت استخدام آمده تغییرهای در قسمت مالی خصوصا در بودجه سازی ما آوردیم اینی کلش شفافیت افغانستان را بهتر ساخته مثلا در بودجه سازی ها. شما بین افغانستان کشور چلو یکمین دنیاست که از نیمی ب... در, در تا پنجاه فیصد قرار گرفته اینی موضوع ایواز از, از اینکه صحبت های تو سازمان شفافیت بین المللی وقت اینا میگن که در بین 108 کشور افغانستان از آخر چهارم است یعنی فاسد ترین کشور در بین چند کشور فاسد جهان هست هنوز قرار دارد شما یک تنها یک شخص نبین نبی کل شخص ها را بین ور کدام دید کدام چی ندارن که از خود کدام موضوعی داشته باشن ای سازمان ولی میپذیرین که هنوز فساد یک مشکل بسیار بزرگ است واقعا فساد مشکل مشکل واقعی است ما کس این کار کرده نمیتونه لیکن شما از حساب از اینکه این موضوع رو میگین بسیار این موضوع رو یاد کنین که کجا بودیم و کجا رسیدیم چقدر کار کردتون درسته ولی همچنان فساد یک چالش بسیار بزرگ است فساد, چ... فساد چالشی است اما تنها موضوع فساد نه تنها دولت افغانستان رو بگوین بلکه بلکه باز کمک دهنده ده ها به شکلی که کمک میدن اولا یک تعداد کشورها به افغانستان سکالاشپ میتن به نام دولت افغانستان لیکن ایواز که کالج به دولت افغانستان داده شه به داد، اشخاص فردا داده میشه که سلیقوی رفتار میکنن آیا این ای, م... ای را مشکل افغانستان میدن یا مشکل کسایی که به افغانستان اسکالرشپ را میده شما اگر میخواین صحبت کنین صحبت هایتان شما چی کنین شما ایتان هر دو طرف مثال واقع بینانه باشین یعنی پس شما یعنی پس شما بگن شرکای بین المللی شما نقش در خود گسترش فساد در افغانستان داشتن و دارن هم بله ام. بله پس چطور یک راهکار شما دارین که بدانن از این جلوگیری چون یا که از تمام شما خارج است نه نه, نه. از ما خارج است م. ما راهکار داریم و می‌خوایم امروزشان کار کنیم همین تغییری که در کنکور افغانستان آمد و فعلا کنکور کنکور به بهترین شکل و شفافترین وجه داده میشه ما آرزو میکنیم که شما هم, هم این تغییرایی که مثبتی که در افغانستان آمده شما هم از او هم چشم درست درست چشمتان پت نکنین و تنها از صحبت های اجمالی و کرده شما اکه اکه با هم هر صحبت کنین درست است درست است که دستاوردهای شما داشتین بله. در این مبارزه با فساد ولی از شما قناعت جامعه جهانی را فرام کرده باشین چی مکانیزم دارن چی میگن به شرکای بین المللی که خب ما اینی کارا رو میخوایم انجام بدیم و شما کاملا مطمئن باشین که دیگه ما فساد میتونیم روی شکن کنیم و یا نزدیک شدیم برای شکن کردن فساد اول شما موضوع فساد به شکلی یک ابسترکت یا به شکل خیالی نگیرید وقتی که فساد میگیم فکر نکنم که هیچ کشور دنیا بالکل آری است هیچ فساد درسته دقیقا شما درسته اما موضوع باید. یعنی با افغانستان با. یک از کشورهای بوده که موضوع فساد بسیار زیاد بودم ایره باید هیچ کس انکار کرده نمیتونه لیکن شما از این حساب کنیم که کجا بودیم و چی تغییرای آمده در افغانستان اینی تغییری که آمده ایره شما امی تغییری که میتونه آمده چند کشور دانسته به مقدار وقت سه،, یعنی سی سال گذشته اما تغییر مثبت آورده بدانه ما آرزو داریم که شما این موضوعات بسیار ابجکتیو ببینید نه به شکل بسیار سلیقوی و عمومی و بدون از که از کجا بدیم و به کجا رسیدیم این رقم صحبت کنیم درست است ولی بیشترش برمیگرده به گفته شما به انبوی از کمک های خارجی که به افغانستان سرازده شد بدون شکل که خود شما کردین. یک بخش از این مربوط میشه به خود حیف و میل پول ها که خودش منجر به فساد این شده ولی در کل شما این را هم میپذیرین که خود موجودیت فساد هم باعث شده که رشد اقتصادی افغانستان تا حد کن باشه بله درست است وقت است وقتی هر جایی که فساد است بله ایواز ای که امکانات رشد مثبت امکاناتی که امک... فرصت ها را به همه مساوی داده باشه از او دوری میکنه این ای واقعیت است در هر جای که کشورهای که سطح فساد اداری بالاتر بوده رشد کنتر می باشه و یعنی ما یک زیاد است که ما باید و دلائل که باید ما فساد, اداری را کم ساخته بودنیم و یکیش هم تاریف فرموده شما مشکلی که برای رشد اقتصادی میاره موضوع فساد اداری است که هر قدر ما میتونیم از را کم بسازیم میتونه که رای رشد ما را بهتر بسازه یک موضوعی که ما امسال کار کردیم مثلا موضوع بودجه بود بودجه را به بسیار به شکل بس شفافی که تقریبا بر سه هفته ما مجالس تمام همراه هر اداره دولت داشتیم که در حال در, در نتانا موجودیت کمیته بودجه و از دو وزارت دیدبان شفافیت و جامعه مدنی هم در کل مجلش حضور حضور داشت و آرزو ما ایست که وقتی که بودیجه منظور شد ما میخوایم که بودیجه با انترنت باشه اولا میره از شما میپرسم چند کشور هم میفهمید که بودیجه شد به این شفاف است نه من شما بگم چند کشور هم میفهمید شفاف است خب کشورها فرق نمی‌کنه نه, نه 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 کشورها نه 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 شما چند کشور میفهم چند کشور بوده شفاف داره که افغانستان شاید خیلی اندک باشن خیلی اندک لیکن اگه شما اینا شما... باشه ولی ای اینکه یک ل... یک اگ... یک اگ... یک شاخص بسیار مهم شفافیت نیست آیا یک شاخص شف... مهمه که با کم ساختن فساد اداری نیست دیگه شما هم که میخواین این صحبت کنیم بسار بسیار بسار از ابجکتیو از هر دو طرفش ببینین و نه که صحبت هایی که یک تعداد ارگان ها از افغانستان ناراض است اینطور میتونه که به شکل بهتر با با اعداد و ارقام و تغییری که در هر قسمت آمده و قسمت که نتونستیم اردوش دو بگوین درست به شکل میتونیم که باز میتونه که بینندگانتان به شکل منصفانه خودشان ببینن قضاوت کنن که آیا تا چی اندازه دولت تانسته در این کار موفق باشه در چی اندازه نبوده ولی در مجموع وقت شما همچنان وابسته به کمک های خارجی هستین و این دهی تغییر که شما بهش بیشتر اشاره کردین که افغانستان باید به خود کفایی برسه یعنی بتونه روی پای خودش استاد شد چقدر شما خوشبین هستین که واقعا تا پایان ای دوره تغییر دهه تغییر در واقع شما بتونید به اون مرحله برسید که افغانستان دیگر نیازمند کمک های خارجی نباشن چی کارهای افغانستان کرده و چی پلان های ما در پنج سال آینده داریم بسیار خلاصه خدمت شما میگم چی تغییرهایی میتونیم در سرعت بریم نه تنها تغییری که ما هوایی صحبت میکنیم پروژه هایی که زیر کار است اگر ما پروژه زیر کار فیلی را ببینیم تا در ب... پنج سال آینده در هر سال ما در حدود 150 هزار هکتار زمین نو بر زراعت آماده میشه یکی یعنی تعداد زمینی که زیاد میشه پلوش ما ایواز او که مواد زراعتی خود به شکل خام به شکل که شکل سنتی و انانوی میفروشیم چی نو میتونیم که ما در زنجیر ارزشی بالاتر بریم یک مثالش خدمت شما میگم مثلا جلغوزی افغانستان همیشه از طریق پاکستان میرفت پولی که در افغانستان به دست می کمتر از یعنی بین 500 تا 600 میلیون دلار بود اما پاکستان با یک اندازه پروسه های بسیار کم از او 500 تا یک میلیارد دلار دیگه فایده میکرد به چین میرفت و چین هم از او یک فایده یک تا دو میلیارد دلار دیگه میتونست اس ما فرضا کریدور هوایی رو با چین شروع کردیم و الان میخوایم کریدور هوایی جلغوزه رو با اروپا هم شروع کنیم از این نگاه دستهای وسطی که بود ایرا ما میتونیم کم بسازیم که افغانستان مستقیما با مارکت ها وصل شد مثلا تلق یک موضوع است و امثال هم دیگه یک سو یک قسمت ما در قسمت زراعت است دوم در قسمت قسمت مادن است مادن واقعا با شکل که ما در یعنی در ده سال گذشته می که افغانستانی از مادن مملکت بسیار غنی است واقعا غنی هستیم لیکن کارهای زیاده تا حال افغانستان از او بهره قابل ملاحظه نبوده اونگونه که رئیس جمهور کلش روی کاغذ بوده نه است لیکن ما پروژه ما هایی پرو که زیر کار است یا قراردادهایی که امضا شده که در چند سال چه قرار وقت میگیره تفاوسات می از و چه وقت میگیره که از ما استفاده را کرده میتونیم و چه وقت دیگه میگیره پروسر از نگاه پروسس کردن از او مثلا در ماده موضوع مس موضوع فولاد موضوع فزن مرمر موضوع تالک کرومیت و غیره میشکل قسمت سیومی که ما در نظر گرفتیم موضوع رابطه منطقوی است چند پروژه کلان قسمت شما میگم می پروژه کاسا ده. که چقدر پول سالانه در افغانستان میره ساختمان سال آینده شروع میشه پروژه تپیف در در مرز ما به هرات رسید و در دو آینده کار زیاد میبینه شروع میشه پروژه تپ که اگه شاره میلیارد دلار کمپانی ترکی سرمایه گذاری کنه خط هرات حیرتان این پروژه و خط فایبر نوری ده. که از, چ... از کاشغر به فایز آباد از طریق واخان وصل میشه این صحبت های کرد یعنی کل برنامه ای است که اینها چی تغییر بنیادی در قدرت تولیدی افغانستان و بهتر ساختن وضع اقتصادی افغانستان ولی اینا همش دستگی باید داره که آیا امنیت برقرار هست نیست ولی وقتی امنیت نباشه اینا همش ناممکن هست موضوع نامنکن نذکر نمی کنیم مثل اینک ا... ا... یک مثال امی... بدون شما, ا... شما استخراج معدن مثل اینک دا کجا در کدوم مرحله است؟ اگر وضع امنیت و موضوع صلح در افغانستان سرعت سلط... پیش نره سرعت رشد اقتصاد ما بتی تر می باشه درست این واقعه است و اگر و می ما دو سیناریو می چیزایی که خدمت شما عرض کردم ما در در, در کتاب موضوع امیر پیپر رشد اقتصادی نوشتیم که اگر موضوع صلح زود ما پیشرفت نکنیم یا شکل تقریبا به می حالت فعلی می باشه اگر ما بتونیم پیشرفت زیاد کنیم در افغانستان در سال به می برنامه‌ای که خدمت شما عرض کردم ما 2025 افغانستان به خود کفایی میرسه اگر نباشه 2030 خود بود یعنی بین از این دوره را ما گرفتیم که نظر به احتمالات در نظر باره. گرفتیم باز من موضوع شما سوال داره. شما را دراجع به اینک صحبت داره. کنم اینک چند موضوع داشتیم ما یکی, داشتیم ما. یکی که البته اگر بر بین ما روشن شد که یکی از پروژه های خیلی آینک آینک چند میلیارد دلاری بود که اصلا به چین بود اینک پروژه بود که در دولت اسبق با, با چین یک کمپنی چینایی امضا شد چند موضوع در او بوده که موضوع حل نشده بود یک موضوع کلان موضوع حفریات بود و با آثار تاریخی کده بود که آیا ای اگر ای آثار تاریخی است، چی رقم ما از اون معدن استفاده کده میتونیم آیا معدن به شکل باشه که از زیر صوف زده استفاده یا معدن باز باشه این در قسمت یا آثار تاریخی و آثار تاریخی کجا بره یعنی بسیار جدید است که نو فیصله شده که ما چی میکنیم در قسمت دیگه موضوعی که اگر ما میخوایم به اون اندازه استخراج شروع میکنیم برق و انرژی که کار داره پلان اولی بود که در کمپانی که گرفته بود باید اونا تمنان که یک پروژه برق زغال سنگ میسازم اما سروی های واقعی زغال سنگ نشده بود بایده های و کمپانی که اگر از زغال سنگ آیش ما استفاده کنیم یک تعداد سال زیاد نمیتونه که تکافو کنه اما فعلا فرد ما مشکل نداریم چون لاین برقی که از 500 هزار ولت که ما از ترکمنستان و ازبکستان اینا آوردیم ما ضرورت نداریم که تا اوت یک فابریک زغال سنگ هم بسازیم دیگه از این خاطر اینی موضوعاتش هم اتامی صحبت هایی که در در این نزدیکا در این یک ماه گذشته راجع به عینک شروع شده ما امید از این را داریم که در یکی دو ماه آینده تمام صحبت ها به پان برسه و ما بتانیم به یک موافقه تجدید نظر در موافقه صورت گرفته بتانه و کار عملی شروع شده افغانستان در منطقی قرار گرفته که یک طرفش ایران هست با تمام مشکلاتی که با آمریکا داره و آمریکا شریک استراتژیک شما هست طرف دیگهش پاکستان هست کشوری که با شما مشکل داره و همه مشکلات منطقه‌ای و مشکلات سیاسی و اینا اینا چقدر از نظر شما بر رشد اقتصادی افغانستان موزر تمام شدن؟ واقعا شرایط سیاسی منطقوی و تح... و برای بر رشد اقتصادی متاثر میکنه تاثیر منفی میکنه لیکن پالی از باز شما ببینون که تاثیرای مثبت و تحولات مثبتی که اومده فزن رابطه ما با آسیای مرکزی چقدر نزدیک شده اینی مثلا سال گذشته در دسامبر گذشته افغانستان و ازبکستان یک این وقت که جمهور غنی رفت یعنی یک سفر تاریخی بود که 24 مایده بسیار مهم از جمله تجارت و ترانزیت و غیره امضا شد اینی یعنی نزدیکی افغانستان با آسیای مرکزی تاریخی است یعنی همون رابطه که ما از صدها سال پیش با آسیای مرکزی داشتیم از جمله یک شریک بسیار نزدیک تجارتی و فرنگی ما رابطه با اون نزدیک شده و امید ما داریم که از این و نزدیکی بتانه که وضع منطقه را تغییر بده چالشی که با در موضوع پاکستان داریم و امید است که اگر یک گرای صلح میشه وزرا بهتر بسازد چرا بر خوبی پاکستان هست؟ اینا پاکستان میره ما فراموش نکنین پاکستان کشوری که ششمین کشور دنیا است از نگاه نفوس اما اقتصاد پاکستان خورتر از اقتصاد اسرائیل است یک کشوری که کمت... یعنی دو, دو میلیون نفوس داره یعنی از شرایط فیلی که ما در منطقه داریم وضع اقتصادی پاکستان هم خراب کرده ببینیم وضع اقتصادی ایران فعلا بسیار مشکلات زیاده خدا دارن نه تنها تاثیر قبل از تاثیر هم پایین آمدن پولشان و غیره مشکلات زیاد داشته دیگه از این خاطر اگر وضع سیاسی منطقه بهتر میشه میتونه امکانات بهتر ساختن وضع اقتصادی رو هم فراهم میکنه فرصت ما همین بود محمد و محمد قیومی سرپرست وزارت مالی افغانستان تشکر است تشکر شما زنده باشید خوب است